سلام. سلام. اکبر اومده؟ آره اومده. برو. چی میگه؟ میگه تا خانمتون رو میبینه قش میکنه. نه بابا. به اکبر نگفتم. ولی ناجنس یه چیزی به مهره میگه درجا پس میفته. میخوای یه نگاهی بهش بکنم؟ اینجا نیست. ژیله بردتش درمونگا. الانم زیر سرامه. مگه چی بهش گفت؟ قضیه برادرشو. قضیه برادرش چیه؟ اسکندر رو میخوان اعدامش کنن. نه. خب واسه چی؟ داستانش طولانیه. یه سری لاشخور عوضی دور خودش جمع کرده بود، دار و دسته را انداخته بود، باج، سرقت، زورگیری، مواد. منم نمیدونستم. وقتی فهمیدم که دیگه کار از کار گذشته بود، بعدش هم لو رفت و گرفتنش. الانم زیر اعدامه. ولی تا به حال به ما نگفته بودی. از همه پنهان میکردم. میدونستم مهری بشنوی چی میشه. از زنی که از کجا فهمیده؟ قدرت بهش گفته. قدرت از کجا میدونست؟ من بهش گفتم. یعنی ازش کمک خواستم که نجاتش بده. اونم بی‌معرفت گفت 200 میلیون تومان. عجب بابا. از ما پنهون میکنه، به قدرت میگه. آخه از شما که کاری بر نمیاد. اون هزار جا دوست آشنا داره. خیلی خوب، بریم سر کار خودمون. میگم چی کار باید بکنیم؟ راجع به اختر؟ آره. بریم باش حرف بزنیم ببینیم چی میخواد. به من گفت چی میخواد. خب چی میخواد؟ همه اون پولایی که پیش تیمور بوده. 2 میلیارد تومانو؟ 3 میلیارد. میگه با احتساب تورم و بهره پول میشه 3 میلیارد. دکی آخه اون پول که مال اون نبوده، مال ماست. منم همه اینا رو بهش گفتم اما فایده نداشت. میگه بیشتر از اینا هم آبروم رفته هم قصه خوردم. آخه بگو تو آبرو داری؟ حالا دیگه نمیدونم چی کار باید بکنیم. موجود خطرناکیه. ببین چه جونوریه که قدرت ازش میترسه. همه چی رو برداشتی؟ آره. قفلشکن؟ آره. الماس؟ آره بابا، مگه دفعه اولمه. موبایلت رو به من بیا. موبایلا پیشت باشه، زنگ زدن جواب نمیدی. یا باش، کاش که میذاشتی منم بیام داداش. نه صلاح نیست، ما رو بگیرن دزدیم. ولی اگه تو رو بگیرن، برو بگیر بخواب. خوابم نمیبره. خب برو تلویزیون نگاه کن.
سلام. 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 سلام علیکم. چطوری؟ خوبی؟ ممنون. شما خوبین؟ ممنون. این چیه؟ میخوای بده من واسط میبرم؟ خواهش میکنم، خودم میبرم. بفرمایید. شما بفرمایید. با کی کار دارید آقا؟ سلام. آقای اردکانی. خونه‌شون اونجاست. ولی الان نیستن ها. همین چند دقیقه پیش رفتن بیرون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اومدم. علی اینجا که میدونی کجاست؟ جواهر فروشی ابراهیمیه. نگاه کن، اینم هم اونجاست. به خودت میتونی پیدا کنی. میشناسیش؟ نه. خونهشون بالاست. اینجا چی کار میکنه؟ اینم که توی مگه نه؟ پلیس کشیده. نه ترس، من پلیس نیستم. برو کنار، میخوام بیام تو. اینجا بده. کانی خونه نیست ولی بازم اومد. یه دقیقه وایسا نگاه کن ببین کی میاد بیرون. اکرم بشی. یه دقیقه وایسا دیگه، تلفن بی منشی. الو ناهید، یه دقیقه بفرمایید، در خدمتون هستم. تنهایی دیگه نه؟ داداشت و زنش کجا رفتن؟ رفتن دزدی؟ تو رو باز چی نبردن؟ آه فهمیدم، تو لو رفتی، دیدنت، دم جواهر فروشی دیدنت، درسته؟ آشیبازی در بردی رفیق. کی هستی؟ نمیشنسی؟ منو دیدی؟ یادت نمیاد؟ یکی از همسایه‌ها. چی میخوای؟ هیچ، اومدم با تو معامله کنم. تو تا حالا دو نفر رو کشتی. کدوم دو نفر؟ یکی تو جواهر فروشی، یکی هم تو پارکینگ. استخونای لای دیوار پارکینگ کار توئه دیگه. نه. پس کار داداشته. نه. یعنی کار هیچ کدومتون نیست؟ نه. جواهر فروشی که کار توئه. این یکی رو نگو نه که اون روی سگم بالا میاد. دنبال چی هستی؟ پول. چقدر؟ هرچی بیشتر بهتر. مثلا نصف جواهراتی که جواهر فروشی بلند کردی.
اونا همش بدلی بود. اه بدلی بود؟ باشه قبوله، اسم همون بدلی ها رو بدیم به من. اینا رو به داداشت نشون بده، بگو من خودم باش تماس میگیرم. بهش بگو فکر فرار به سرش نزنه که بیفایده است، چون من بلافاصله میفهمم کار میدم دستش. بگو من میدونم امشب کجا رفتن، سهم منو بذاره کنار، نصفشو 50-50. از امشب یه شریک تازه گیرتون اومده. حالا چیزی رو میخوای اینجا بری بیرون؟ من هیچ وقت جایی نمیرم که راه برگشت نداشته باشه، مطمئن باش. اسلحه داری؟ بی اسلحه مرادم نمیگذره. برو کنار، یادت نره پیغام منو به داداشت برسون. اکرم بیا. ببخشید من خودم باهاتون تماس میگیرم. از الان به بعد باید حواسمون جمع کنیم. تو برو.
بله بله. سلام. سلام. شما؟ منم غلام. آه تویی؟ چطور این وقت شب؟ خب نمیدانی چی شده که یک جسد دیگه. چی؟ منظورت چیه؟ یکی دیگرم زدن ناکار کردن. درست تعریف کن ببینم چی شده. شده. نمیدونم. بله. آقای سرماس اینجا چه خبره؟ خبری نیست خانم، خبری نیست. پس این سر و صدا چیه؟ یکی از همسایه ها از پله ها افتاده، پا شکسته، دارم میبرش بیمارستان. شما استراحت کن خانم، استراحت کن. ساله چی شده؟ چرا داری لباس میپوشی؟ من باید برم. کجا؟ دوباره تو ساختمون 85 یکی زدن. کیو؟ هنوز نمیدونم. ببین فاطمه، اگه آقا جون سراغ منو گرفت میگه دفتر روزنامه تلفن کردم مجبور شد بره. نمیخوای به آقا جون بگی؟ نه، چیکار دارم؟ خب الان بمونم زنگ میزنن بیاد اونجا تو رو ببینه چیکار میکنی؟ ببین کیه؟ 39. خبری نیست. بله. آقا جون. آه چیه؟ یه اتفاقی افتاده، فکر کردم بهتره بهتون خبر بدم. چه اتفاقی؟ تو اون ساختمون به یه نفر حمله کردن. کدوم ساختمون؟ همون ساختمون 85. کی؟ همین امشب یکی رو با چاقو زدن. تو از کجا فهمیدی؟ بهم خبر دادن. پس چرا به من خبر ندادن؟ خبر میدن، زوده. تازه این اتفاق افتاده. تا از کلانتری بیان و بررسی کنن طول میکشه. حالا طرف کی هست؟ نمیدونم. میدونی در چه حاله؟ خبر ندارم. تو چرا لباس پوشیدی؟ جایی میخوای بری؟ دارم میرم اونجا. گفتم اگر میخواین بیاین با هم بریم. ولی من فکر میکنم کار همون قاتل است. باید منتظر بعدیاش هم باشی. اونو کش چهار کدلای دیوار، اینو فرصت نکرد.
حالا باید دید چند تا هم کشته که ما خبر نداریم. چرا کارمند ابراهیمی رو نمیگی؟ اونم کار همینه. نمیدونم، منم متعجبم. اصلا دیگه هیچ اطمینانی توی ساختمان نیست. اونجوری اسکلت پیدا میشه بعد این اتفاقات بعد چیکار باید بکنم با این وضعیت؟ نمیدونیم باید چیکار بکنم. جیلا کجاست؟ خونه نیست. هرچی در زدم کسی در رو نکرد. ولی باباش اونجاست. خب برو از باباش بپرس. نه بابا کجا برن؟ مگه نمی‌بینی چه حالی داره؟ جسد رو اینا پیدا کردن. بیچاره. اینو واسه چی زده؟ تیمور جواب بده. بله. چرا گوشی رو بر نمیداری؟ تویی؟ مگه شمارمو نمیشناسی؟ از کجا زنگ میزنی؟ از تو ساختمون. امکان نداره، کسی نمیتونه از داخل آپارتمان های قدرت زنگ بزنه. تلفن ها قطعه. تو آپارتمان نیستم، الان رو پشت بومم. مگه در بسته نیست؟ خب بازش کردم. چطوری باز کردی؟ اینا چیه میپرسی؟ خب بازش کردم دیگه. ببین گوش کن چی میگم. باید جای منو عوض کنی. دیگه نمیتونم اینجا بمونم. چرا؟ اینجا دیگه امن نیست. مگه بازم اتفاقی افتاده؟ آره. امشب یه نفر دیگه رو تو این ساختمون کشتن. کیو؟ نمیدونم. یکی از همسایه‌ها بود. حالا دیگه پلیس دست بردار نیستن. امروز فرداست که به هوای این فراریا بیان تو این ساختمون. اون وقتی که منم پیدا کنم. حالا میخوای چی کار کنم؟ نمیدونم، بگرد دنبال یه جای دیگه. بیرون از اون ساختمون؟ نه، تو همین ساختمون. کجا؟ من که جای دیگه ای سراغ ندارم. من نمیدونم، تدارکات این کار با توه. پس تو این کار رو انجام میدی. میخوای تو فکر یه ساختمون دیگه باشم؟ نه، ساختمون دیگه ای به درد نمیخوره. فقط از این ساختمون امکان داره. مگه نگفتی چند نفر اینجا میشناسی؟ چرا ولی؟ برو سراغ همونا، شاید یه جایی داشته باشن. نه بابا، من با اونا همچین رابطه ای ندارم. من نمیدونم، تدارکات به این کار با توه. پس کارتو بکن. معذرت میخوام، کاری ازم بر نمیاد. باشه، پس خودم با رئیس تماس میگیرم و بهش میگم که نمیتونی. لابد خودش فکرش میکنه. بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. بهت خبر میدم. تو نمیتونی به من خبر بدی. من خودم هر شب با تماس میگیرم. به جم تیمور، وقت زیادی نمونده.
کیفت بذار برو یه سر گوشی آب بده. جعفر چی شده؟ چیه؟ اون یارو بابا کی؟ همی که کشته شده؟ آره اینا رو ببین. اینجا کجاست؟ لاله جواهر فروشی. ای توی؟ آره اینجا چه غلطی میکردی؟ وقتی شنیدم یارو کشته شده ترسیدم، رفتم ببینم راست میگن یا نه. دیوونه، برای چی برگشتی اونجا؟ خیلی ترسیده بودم. چرا به ما نگفتی؟ جرأت نکردم. یارو کی بود؟ یکی از این همسخی ها. با چی زدیش؟ با چاقو خودش. چاقو داشت، نمیدونی چی ها میگفت، یه حرفایی میزد داداش. میخواستم ساکتش کنم، اگه ساکتش کرده بودم شایدم ساکت شده باشه. ما با تو چی کار کنم؟ با تو چی کار کنم؟ آقا آقا چه؟ تلفن کی؟ نادره، گفتم خوابیده، میگه بیدارتون کنم. چیه نادر؟ آقا بازی اتفاقی تو این ساختمون افتاده. چی شده؟ یکی رو با چاقو زدن. کیو؟ نمیشناسم، میگم مال طبقه ششمه. مرده؟ معلوم نیست، آمبولانس اومد بردش. مهمونه در چه حالن؟ فهمیدن؟ هنوز نه، ولی بالاخره میفهمن. خیلی خوب، حواست جمع باشه ببین چه خبر میشه، منم در جریان بذار. چشم. برای چای عثمان بیار. چشم آقا. سلام قربا. کجاست؟ طبقه پنجم. آسانسور بسته است، از پله ها تشریف ببرید. بیا سارای بیا، بعد از پله بریم. سلام علیکم. سلام علیکم. باش باش اومد. دوباره بر نداری حرفای بی خودی بنویسی؟ اول فکر کن بعد یک کلمه دربری بنویسی میگم دیگه بهت خبر ندن.
آقا جون این دفعه که من خودم بهتون خبر دادم. میخواستی ندید. سلام. سلام علیکم. مهم نیست. دیدی که 5 دقیقه بعد بهم زنگ زدن. سلام علیکم. سلام. آقا این چه وضعیه؟ اینجا شده قصار خونه. میزنم، میکشن، چال میکنن. ما نمیدونیم اینجا چه کار باید بکنی. الان زن بچه بنده بس بیت دارم میلرزم. خیلی خوب، خیلی خوب. بفرمایید. اینجا زدنش. همینجا هم افتاده بودن. مزروب کی بردن؟ حدودا یک ساعتی میشه قربان. در چه حالی بود؟ بی حال بود آقا. زنده میمونه؟ چه عرض کنم؟ خیلی خون از دست داده. ملاحظه میفرمایین که. یه تماس بگیر ببین در چه حالیه. کدوم مرسنه؟ مهرآذر قربان. شمارشو داری؟ بله. بفرم. کی خبر داد؟ این آقای دکتر. خودشون هم پیداش کردن. سلام مرسنه. سلام. دکتر بهمنی هستم. سلام آقا. سلام علیکم. سلام. شما پیدا کردین؟ بله قربان، من و اکبر آقا رفته بودیم منزل آقای خوجندی. حدوداً ساعت 11:30 بود که از منزل ایشون اومدیم به طرف آسانسور. من دکمه رو زدم، آسانسور از بالا اومد پایین. در آسانسوری که با کردم دیدم مضروب رو کف آسانسوره و همه جارم خون برداشته. در واقع شما و آقای رسولی اینجا بودین؟ بله، یعنی آقای خوجندی پشت سر ما بودن، اومده بودن برای بدرقه. همین که در آسانسور رو باز کردیم مضروب رو دیدیم، ایشون هم اومدن جلو. میتونین بگین مضروب کی بود؟ بله آقا، من میدونم. در واقع فامیل منه، میشه شوهر خواهر شوهر دختر من. اسمش هم کیوانه، کیوان علمداری. صحیح، صحیح. تماس گرفتم، زنده است ولی بیهوشه، عملش کردن. خیلی خوب. قربان، این سه نفر لاره با دیدم. دیدن؟ بله. ولی صورتشو ندیدیم، نقاب داشت. نقاب داشت؟ داشتیم مهمون رو بدرقه میکردیم. دیدیم یکی دمه در آسانسور وایساده، یه کارایی میکرد. من گفتم چه خبره؟ یه طور رو من نگاه کرد که پشتم لرزید. دوتا چشم داشت اینقدر. بعد دو این طرف پله ها رفت پایین. خب چه شکلی بود؟ عرض کردیم که نقاب داشت. نه، منظورم اینه که درشت بود، لاغر بود، گنده بود، چاق بود. چطوری بود؟ گنده، خیلی هم گنده. شونه‌های پهن، قد نسبتا بلندی هم داشت. بله درسته. بوی جوان بود، بوی 30 سال سن داشت. جناب سروان. بله قربان. حرفای اینا رو صورت جلسه کن. بله چشم. تو رو حضرت عباس ما رو کلامتری نبری، حوصله این کارا رو نداری. من دارم از ترس میبینم، تمام بدنم داره میلرزه. من که کلانتری بیا نیستم. اگه قرار باشه بریم کلانتری، اصلا میذاریم زیرش، میگیم ما یه چی نهیدیم. نه، نیازی به کلانتری نیست. همینجا صورت جلسه کن. بله قربان چشم. بفرم. بفرم. آقا بچه های تشخیص هویت اومدن. سلام قربان. سلام. 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 چرا بازش کنی؟ نه بابا، چجوری واکنم؟ سبورو. بابا
کامران. سلام. سلام علیکم. ایشونو که میشناسی؟ بله. چطوره؟ والا عملش کردن، هنوز به هوش نیومده. خب چی میگه؟ جواب درستی نمیده. حالا کجاست؟ تو اون بخشه. کسی رو راه نمیدن آقا. بابا اومد. سلام علیکم. سلام. خسته نباشیم. آقای قربانی بازپرس ویژه قطر هستم. من از سرهنگ آیتی افسر آگاهی. در خدمتم. میخواستم ببینم این مضروب اسمش چی بود؟ علمداری آقا. کیوان علمداری. بله آقای کیوان علمداری در چه حاله؟ آقای دکتر از آگاهی تشریف آوردن برای آقای علمداری. سلام. ایشون پزشک معالجشون هستن. سلام علیکم. فعلا بیهوشه. میشه بفرمایید زخمش از چه نوعیه؟ متوجه نمیشم. منظورم اینه که میخواستن بکشنش یا قصد ترسوندن و زخمی کردنش داشتن؟ نه خیر، مسلما قصد کشتن داشتن. زخم خیلی عمیق و خطرناکه. البته اقدامات اولیه مؤثر بوده، سریع جلوی خونریزی رو گرفتن. بله خوب، یه پزشک بالا سرش بوده، خوب کار کرده. ولی مشکل ما چیز دیگه ایه. چی؟ شکستگی مهره گردن و خونریزی مغزی. خونریزی مغزی؟ فعلا لخته های خون رو از جمجمه خارج کردیم، ولی شکستگی گردن عوارضی داره که ممکنه مدت ها. خب تمام کرد. ای داده بیداد، ای داده بیداد، ما با این چی کار کنم؟ ما با این الاغ چی کار کنم؟ بالاخره یه بلای سرمون میاره، ما میدونم. هاشم یه مدتی از این ساختمون دورش کن، بفرستش یه جایی. کجا؟ جایی ندارم. بفرست شهرستان. کدوم شهرستان؟ شهرستان خودتون. بابا ما که دیگه اونجا کسی رو نمیشناسم. جعفر 2 سالش بود که ننم مرد، ما الان 25 سال پامون اونجا نذاشتم. ننه خودشو خلاص کرد و توفه رو انداخت گردن ما. با این چی کار کنم؟ ما با این چی کار کنم؟ من این در موندم. میخوای یه مدتی بفرستیمش بره خونه بابای من؟ خونه آقات؟ آره. می قبول میکنه؟ بالاخره یه جور باید راضیش کنیم دیگه. را بیافت بریم. این شکستگی گردن و خونریزی جمجمه تو رو یاد چیزی نمیندازه؟ چرا رحمان، همونی که تو جوار پروشی ابراهیمی کار میکرد. اونجا هم زارب هم جوان بود، هم گنده، هم گردن کلفت. سلام آقا. سلام علیکم. شما دارین تشریف میبرین؟ خب بله دیگه. با عزتون من یه سری بهش بزنم. ببخشید حالش چطوره؟ شما باش نسبتی داریم؟ نسبت مستقیم نه، ولی خب بفرمایید. لازم نیست، تمام کردم. جناب بازپرس، من باید با شما صحبت کنم. بفرمایید در خدمتم. اینجا نه، هر جا که شما بفرمایید. کجا خوبه؟